الحمد لله، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبی وحده. سلام بر شما بینندگان عزیز. شنیدید حتما این مثل رو که میگن در جهنم ماری هست که مردم از ترس اون به اژدها پناه میبرند. این مثال متاسفانه بعضی از ملحدین هست که جوانا اینه نمیدونن، ولی خوبه که بدونن که یکی از دلایلی که حکومت‌های اسلامی سوء یعنی بد سر کار میاد خود ملحدین هستند. به خاطر دروغ‌هایی که میگن مردم میگن آقا این که از این بهتره. تاریخ ایران پر از این پاسکاری‌ها، افراط‌ها و تفریط‌ها. وقتی که در زمان فتحعلی‌شاه آخوندهای ایران فیلشون یاد هندوستان کرد و رساله های جهادیه نوشتند و اعلان جهاد علیه روسیه کردند و در عهدنامه ترکمنچای گلستان دوبار خاک ایران از دست دادن، ملت ایران که از این طرف که میرفت آخوند اینا برای بقول خودش جهاد آب وضوش رو میخوردن، نمیدونم ملا چی مجاهد هم اسمش بود، وقت برگشت میزدنش. وقتی که این همه شهرها رو توی آذربایجان از دست داد، 17 شهر یه دفعه از دست داد، دوباره رفت جنگید. من که فتحعلی شاه گفت نجنگ، بازم شکست خورد، نزدیک بود بیان تهران هم بگیرن، باز مردم از اینا متنفر شدن. مردم که متنفر شدن، ملحدین هم دیگه راه پیدا کردن و غلوف کردن. غلوف چیه؟ مثال آقای ایرج میرزا اومد، مثال حجاب رو به طریقه وحشتناکی مسخره کرد که نمیدونم فلان کس در کوچه میرفت، شعر مشهوری داره دیگه، میگه نمیدونم دست من کجا بود و دستش در روبندش بود و مردم عکس العمل نشون دادن. یکی تو بازار جوابش داد که اون خواهرت بود که روبنده خودش بسته بود که تو با او زنا میکردی، چون که اینها تون روی کردن. باز من در کتاب آقای خمینی خوندم کشف الاسرار در مقدمش، تعجب کردم وقتی که خوندم که گفت اینطور وضع در کشور ما شده بود که من و یک آخوند دیگه میرفتیم، نمیدونم عراق میرفتن، قم میرفتن یا سابه میرفتن، بالاخره میگه خارج از شهر در جوانه میگه ماشین خراب شد، ماشین اتوبوس خراب شد دیگه، اتوبوس های قدیم دیگه، میگه مردم گفته این از شومی این دو تا آخونداست. فکر کنید ما که این چیزها رو نایده بودیم، ما که میدیدیم مردم نمیخوردنشون میخورن، ولی حالا میفهمیم چرا اونجوری شده بود. حالا میفهمیم، چرا حالا میدونیم، میبینیم که متنفرن ازشون. خمینی میگه که اون آخوند دیگر پیاده کردن، چون که اون امامک سفید بود، من که سید بودم دیگه احترام من نگه داشتن، پیادم نکردن. یعنی گله میکرد که اینطوری رضا شاه با ما کرده که مردم از ما متنفر بودن، در حالی که اینجوری نبوده. ملت از زمان فتحعلی شاه با اینا از اینا تنفر پیدا کردن. وقتی که اینها باختن ایران رو و بعد از ظلمه ناصرالدین شاه اینا دفاع کردن، مردم از اینا متنفر شده بودن. باز حتی نهضت های دینی هم به وجود اومد، بابی و بهایی به اصطلاح در یک معنی یک نهضت دینی بود اما منحرف. خب بعدش دیگه اینا دوباره چی شدن؟ دوباره دیدی که مردم برای خمینی چی کارا کردن، باز امروز میبینی که ازش متنفرن، از روحانیت، دستگاه روحانیت. من شما میدونیم، حالا خودشون قبول ندارن، اما ملت میدونه که اکثریت از اینا متنفرن، حرفاشون رو قبول نمیکنن. باز این ملحدین باز هم اومدن همون از آب گلالود ماهی میگیرن به غلط. این در حقیقت دروغ رو ملت قبول نداره. درسته که امروز حرفای آقای مشیری گوش شنوا داره، مردم میشنون، اما فردا که این دستگاه نباشه، دستگاه روحانیت نباشه، باز میگه تو داری چرا اینقدر دروغ میگی دیگه، باز میرن طرف اونا. پس هر وقت که ما از عدالت دور شدیم بدبخت شدیم. پس بیایم بعد از این مقدمه حرفای آقای مشیری رو بشنویم، ببینیم که چه دروغایی میگه. روز روشن جلوی که شما حرف راست رو با حرف دروغ یک جا کرده و مغلطه کرده. بشنویم. آماری آورده بودم اونجا خدمت دوستان ارائه کردم که چگونه این 56 کشور اسلامی که منور به اسلام عزیز هستند، عرض می شود که
اینها و بقیه جهان البته در کفر و قی و ضلال مطلق دست و پا میزند، اینها در چه وضعی هستند؟ ما یک پدیده اجتماعی، یک اندیشه و تئوری، یک مجموعه عقاید رو، خوبی و بدیش رو از نتایج را ببینیم که آقای خوب هست یا بد هست، ادعا که همه ادعا میکنن. ما 56 کشور اسلامی در جهان داریم، یکی از دیگری بدبختر، 1 میلیارد و قریب 300 میلیون نفر عرض شود که به نور اسلام منور هستن، 800 میلیون نفر بی سواد مطلق. یعنی در جهان اسلام ما 800 میلیون نفر داریم، وقتی یه پول بده 10 تومن بده پول خوردش نمیتونه حساب کنه. حالا شما ببینید کسی که در این درجه از عرض میکنم دانش هست چه وضعیتی میتواند داشته باشه. یک آخوند، بچه آخوند میتواند این 800 نفر رو به دریای قی و ضلال به قول خودشان معتبر کنه. 800 میلیون بی سواد در جهان اسلام و اون مابقی که با سواد به حساب میان با پارتی بازی آمار، البته چون ما عرض کنم با معیارهای کشور مسیحی با سواد کسی به حساب میاد که حداقل دوره دبستانی رو گذرانده باشد، اما در فرض فرمایید کشورهای اسلامی کسی بتواند بخواند و بنویسد یعنی آقا با سواد است، اونها هم جزو با سواد ها حساب کرد. و از دیگر آمارهای عرض میکنم که فجیع، یکی اون که در همه این کشورهای اسلامی که به نور اسلام منور هستن الحمدلله رب العالمین که این اسلام جامع جمیع عرض میکنم که اندیشه های نیک هست و سعادت این دنیا و اون دنیا رو آورده است، 600 دانشگاه هست که این 600 دانشگاه هیچ کدام در ردیف 600 دانشگاه اول جهان نیستن. 600 دانشگاه برای 1,300,000,000 نفر، در حالی که این هندوهای کفار حربی هستند و در 1000 سال گذشته خونریزی ها کردند سرداران اسلام که اینها رو به نور اسلام منور بکنند و اینها منور نشدند، 8,000 دانشگاه در هندوستان هست. در تمام جهان اسلام 600 دانشگاه. این اجازه بدید حالا برگردیم. در اینجا چندین دروغ گفت. اولا که تعداد دانشگاه کشور اسلامی 600 تا نیست و تعداد باسواداش 800 میلیون هم بیسواد نداره و اونم اینطوری اقراق کرد، گفت اگه یه دتوانی بهش بدی نمیتونه بشماره. تا حالا دیدید کسی پول رو نتونه بشماره ولو که سواد نداشته باشه؟ ببینید من چند تا گشتم دیدم، ببین آقا اینو نگاه کن، همین در ایران ها، این گفت در تمام جهان اسلام، ایرانی که ما الان مینالیم هم که پیشرفته نیست، نگاه کنید اینو لطفاً بیارید، دانشگاه وابسته به وزارت 124 تا، مراکز آموزش، اینا چیزای عالی است، دانشگاه عالی است، آموزش پرورش چیزای دانشگاهاش 274 تا، دستگاه اجرایی مثلا سپاه و دیگه دانشگاه دارن اونم برای خودشون، دانشگاهی به اصطلاح ارتشی و نمیدونم چی 28 تا، پیام نور 550 تا، جامعه علمی کاربردی 738 تا، غیر انتفاعی 295 تا، آزاد دانشگاه آزاد 401، 2400 تا در سال 1189 در ایران دانشگاه بوده، در سال 1191 2500 تا بوده فقط در ایران. چطور این میگه که نمیدونم عرضم به حضور شما اینها فقط تو کل دانش ایران 600 تا است توی دنیا؟ دیگه آماره ببینید، فرست دانشگاه های ایران، این از ویکی‌پدیا، فرست دانشگاه ایران اینا نگاه کنید، فقط فرستش ببینید هیچ تمومی نداره. آه فرستش ببینید، بازگو در این دانشگاه یکی چی نیست، یکی هم از 600 تا دانشگاه، یکی هم از نمیدونم 600 دانشگاه مشهور دنیا یکی هم نیست، در حالی که ما میدونیم دانشگاه شریف ایران، دانشگاه شریف دانشگاه 40مه. چطور این حرف زد؟ یعنی این قوادم که دروغ نمیگه دیگه. یکی دوتا گفتم نیست دیگه، اینا غیر انتفاعی است، من گشتم پیدا کردم، بذاری آقا وقت نگیریم. خب حالا ببینیم جمعیت دانشجوی کشور رو ببینید. این که میگه خب بالاخره از اینجا میشه فهمید. بیارید لطفا این آمارو. جمعیت دانشجوی کشور در سال 200 اینا کی نوشته آقا؟ پایگاه تحلیلی نمیدونم چی هستش. بله. خب ببینید
دکتر تخصصی 38,000 یا 39,000 نفر است، کارشناسی ارشد تقریبا 290,000 نفر دارن میخونن، کارشناسی 2,680,000 نفر، کاردانی 1,500,000 نفر، دکتر حرفه‌ای 53,000 نفر. اینا دانشجویی دارن میخونن فقط. و این چطور میگه که این همه بی سوادن؟ حالا یک خبر عجیب نگاه کنید، این فقط ایرانی الان میگه که ایران میگه که تو حرفای بعدیش خواهد گفت، یا بذارید حرفای بعدیش هم بشنویم بعد از اون این آمار رو بیاریم. حرفای بعدیش هم بیارید تا فرمان که بشنویم. 300 میلیون نفر، 600 دانشگاه، هندوستان کافر بت پرست 8,000 دانشگاه. بله. و در هندوستان عرض میکنم که 650 میلیون نفر ما طبقه متوسط داریم و رشد اقتصادی 9%. این کفار حربی که عرض میکنم که بگیرید از سردار اسلام محمود غزنوی که چندین بار، بیشتر از 12-13 بار حمله کرد، 1,000 معبد از اینها خراب کرد و 1,000 مسجد درست کرد اونجا که به برکت اسلام اینها عرض کنم که زندگی کنند. اینها عرض شد که 8,000 تا دانشگاه دارن، 8,000، بیشتر از 8,000 تا. در آمریکای کافر عرض می شود که 5,700 دانشگاه هست. البته فراموش نکنیم که هند بیشتر از 1 میلیارد جمعیت، آمریکا فقط 300 میلیون نفر جمعیت دارد. و در کل جهان اسلام کسانی که ما بتوانیم به اونها ساینتیست یعنی عالم بنامیم جمعاً 300,000 نفر گزارش کردن. ببین چی گفت؟ گفت در تمام جهان اسلام 300,000 تا در جهان اسلام ما میتونیم چی داریم؟ دانشمند داریم. در حالی که الان به شما نشون خواندم فقط تو ایران، یعنی مگر که دکتر دانشمند نگن دیگه، فقط تو رشته دکتری مهندسی نمیگم، 100,000 تا بیکارن، کار دارن بذارو. حالا باز میاریم آمار نظام پزشکی رو که ما چند تا دکتر داریم، جهان اسلام نه فقط ایران رو دارم میگم. یعنی میخوام بگم آخه دروغ آدم نمیگه. درسته که حالا مردم دوست دارن این حرفا رو بشنون، اما گفتم دروغ آخر نتیجه نداره. میاره بالا اونو بذارید حرفش تموم شه. در حالی که در این آمریکای عرض میشود که کافر، که فقط نفت ما بود است که اینها رو به اینجا رسوند، هیچ دیگه نداشتن، هیچ کاری هم نکردن، فقط نفت ما رو دزدیدن. عرض شود که 1,200,000 دانشمند زندگی می کند و 227 جایزه نوبل رو اینها بردن در علوم و غیره و اینها. و عرض شود که مطلب دیگری که باید خدمت شما اینجا عرض کنم این هست که عرض می شود که مسائل اقتصادی واقعا وحشتناک هست. خب حالا مسائل اقتصادی میاریم. ببینید ما که البته منکر نیستیم، علتش هم خواهیم گفت که چرا ما از اونها عقبیم، در عقب موندن که شک نیست، اینو حرف نداریم، اما میگم قلوب هم خوب نیست دیگه. مثل که ما به شیعه میگیم آقا ما محبت اهل بیت رو دوست داریم، اما قلوب دیگه نکنید، نه اون ور قلوب کنید نه این ور. ببینید آمار عجیب بازار کار، 100,000 نفر دکتر بیکارن. نگاه کنید به گزارش مهر، این داره در حقیقت در از دولت ایران انتقاد میکنه ها، میگه که در کشور بر اساس سطح سواد افراد نشان میده که هم اکنون 12,180,000 نفر دیپلم پیش دانشگاهی هستند، که از این تعداد 5,037,000 نفر فعال و 4,000,000 بیکار هستند. این داره یعنی دولت انتقاد میکنه که 50% بیکاری داری، و در ضمن گفته که از دکترها 100,000 بیکارن. پس معلوم است که ما 12 میلیون، لازم هم نیست که آمار رو ببینم، خب به چشم خود میبینیم که تو هر خونه همه با سوادن دیگه. چطور میگه این؟ چطور میگه 800 میلیون بی سواد مطلق هستن؟ و اون 500 میلیون هم چی گفت؟ 500 میلیون هم میگه سواد خواندن نوشتن دارن. این آدم دیگه دروغ نمیگه، اینقدر که آدم دیگه دروغ نمیگه. خب این آمار بیکاری باز بل کن، اینا من این از جای آوردم که با دولت بده. آ بیا نگاه کنید آقای مطلق، فقط تو ایران آمار پزشکان عضو سازمان نظامی کشور، نظام پزشکی کشور، همکنون 214,000 نفر در چی عضویت دارن، در سازمان نظام پزشکی کشور عضویت دارن، و من شما میدونیم که 200,000 دکترم از ایران رفته. ممنون. یعنی 24,000 تا 214,000 تا ما فقط دکتر داریم غیر از اونایی که دارن میخونن، و میدونیم هم که چقدر رفتن. پس سطح سواد نمیتونه بگی که مردم خوندن و نوشتن بلد نیستن، یه دهتومانی بهش بده نمیتونه بشموره. فقط دروغ نگو. خب باز گفت که این دانشگاه ندارن، 600 دانشگاه دارن، نمیدونم چیزی ندارن. شما نگاه کنید، من یکی رو اینجا ببینید، دانشگاه فنی استانبول، حالا از ایران یکم میریم بیرون نگاه کنید،
دانشگاه فنی استانبول، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های دنیاست، فنی هم هست. تاریخ تأسیس 1773. 1773 دولت تأسیس کرده بود وقتی که در استانبول است، وقتی که استانبول پایتخت عثمانی ها بود، اون وقت یک ابرقدرت بودن. پس اگر این در زمان مثلا ای آقا در قرن 18 می بود، شاید یه حرف دیگه می زد، می گفت آقا این بدبخت است، این غربی ها اونش، ببین که عثمانی چقدر پیشرفت است، یا هند می گفت چقدر بدبخت است. راستی اون وقت هند زیاد تسلط بود دیگه، تسلط انگلیسی افتاده بود کم کم. اینجوری آدم مسائل برخورد نمی کنه که در یک تاریخ یکی یکم جلو رفت. اگه اینجوری باشه خب ما برای شما دبی مثال میاریم. چی میگی باز؟ اینطور نمیشه، باید آدم یکم منطقی یکم علمی با مسائل روبرو بشه. و عرض کردم دروغ هم نگه، این سومین دانشگاه قدیمی دنیاست. و جالبه که اولین دانشگاه قدیمی دنیا مال مسلمان است. من نمیخوام بگم حالا اون بود، حالا چی هستیم، حالا چی نیستیم. ما قبول دارم که ما حالا عقبیم، اما علت عقب موندگی به دین بر نمیگرده. یا نه اینها همون وقت دیندار بودن دیگه، عثمانی اون وقت که دیندارتر از حالا بودن. شما 100 سال است که اونجا رو برداشتی، چی کردی؟ به اصطلاح ملحدا اومدن حکومت گرفتن، حجاب هم ممنوع کردی، تو در 100 سال چیکار کردی؟ اینکه در سال اون وقت که ابرقدرت بود، حکومت داشت، دانشگاه داشت، توپ درست میکرد، آزمایش میکرد، استانبول چجوری گرفت؟ آدم قوی. حالا ما میتونیم بریم آمریکا رو بگیریم؟ نه، هواپیما ما داره، توپ داره، تانک داره. کسی که علمش زیادتره میتونه قدرتش هم زیادتره. همین گرفتن استانبول از اروپایی‌ها، چجوری اینا گرفتن ترک‌ها؟ خب علم داشتن گرفتن، روسیه با علم گرفتن. تیمور لنگ چرا پا دنیا رو گرفت؟ کشور اسلامی غیر اسلامی رو گرفت دیگه، 44 کشور گرفت. در زندگی تیمور لنگ من میخوندم که آقا به هر شهری که حمله میکرد، به یکی شهرهای در داخل افغانستان حمله کرده بود، این کجا بود خدایا؟ یکی از دوستاناش هست، حالا اسمش یادم رفته، ولی در اونجا مردم خیلی سخت باش جنگیدن، گرفت قتل عام کرد. اما وقتی که قتل عام کرد، چیزاش همه رو گرفت با خود همراه کرد، که مهندسینشو، آهنگر رو گرفت با خود. مهندس اون دوره دیگه چی بوده؟ هرچی بوده، آهنگر بوده، چیزی بلد بوده، اونو نمیکشت، می آورد تو لشکر خودش. تازه که جالبه که لشکر تیمورلنگ هم 120 هزار نفر بوده، یعنی زیادتر لشکر درست نمیکرده، نمیخواست زیاد سنگین کنه، فقط 120 هزار تا، ولی هر چی متخصص پیدا میکرد تو لشکر خودش اضافه میکرد، ولی از بدترین دشمناش. و همین دلیل هم شهرها رو میگرفت، چون که علم داشت. پس این بر میگرده. تیمور خودش، حالا شما برید تو ازبکستان، تیمور یک پادشاه خیلی خوب اسلامی میدونه، چون که به ما حمله کرد ما بعدش میدونیم، اون رو خوب میدونه، براش قبر هم ساخته. ازبکا بود دیگه، وقت ازبکا گرفته بود و شهرش هم آباد کرده بود. شما در زمان تیمور لنگ یک اسبی تو یکی از باغ‌های تاشکند، سمرقند، گم شد. اسب تو باغ گم شده، 6 ماه بعد پیدا شد. اینقدر باغش بزرگ بود، اینقدر شهر خود رو درست کرده بود، مثل چیزی که حالا شما تو آمریکا می‌بینی. متوجه هستید؟ پس اینم دانشگاه فنی استانبول، یه دفعه دیگه اتاق فرمان بیار ببینن که چشمش باز کنه، که نگه مسلمان‌ها چیزی نداشتن یا ندارن. سومین دانشگاه دنیاست و 20,000 دانشجو داره، در استانبول است، فنی هم هست، سال 1773 تأسیس شده. ممنون تا فرمان. خب دیگه این آقا گفت که در کشورهای چیز اسلامی یک دانشگاه هم دانشگاه حسابی نیست. از 600 دانشگاه اول دنیا یکی هم توی کشور اسلامی نیست. ما از کشورهای دیگه خبر نداریم، اما چون این خبر به گوشم خورده بود که دانشگاه صنعتی شریف، نگاه کنید، بیا اینو بیارید لطفاً. این دانشگاه بسیار از بهترین دانشجویان ایران را جذب می کند. از 500 هزار نفری که هر ساله در کنکور پذیرفته می شوند، 800 نفر بالا می توانند وارد این دانشگاه بشن. این دانشگاه اینجوری سیستمش است. از 500 هزار نفر 800 تا نخبه را انتخاب می کنه. این دانشگاه MIT ایران خوانده شده است. دانش آموختگان این دانشگاه سهم عظیمی از نخبگان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تشکیل می دهند. خب البته خیلیشان میرن خارج به خاطر اینکه ایران، عرضم به حضور شما، از سیاست ایران خوششون نمیاد. این دانشگاه، ببینید، این دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های جهان که در 50 سال گذشته تأسیس شده 40 است. یعنی فکر کن که 40 دانشگاه است. من میگم آخه دروغ نمیگه، خوبی هم میگه، بدی هم میگه. باشه، این افتخارم نداره، ما با چرا اول نشیم؟ ولی که دیگه نگو تو 600 تای اول یک دانشگاه است. ما این که از ایران ما بود،
شاید که یقینم دارم که اگه شما بری مثال کویت بری یا ابوظبی بری یا نمیدونم جده بری، دانشگاه اونا هم تو دنیا باید مقام داشته باشه، چون پول دارن خرج میکنن. متوجه هستید؟ حالا من شاید از اونا خبر ندارم، نه براتون نیورده، اما ایران چون شنیده بودم وقتی این آقا سخنرانش شنیدم یادم اومد که دانشگاه صنعتی شریف که 40 تو دنیا. بازگشتم پیدا کردم اینا، از اینا ببینید، این از ویکی‌پدیا است و به اصطلاح کسی منکرش نیست دیگه، چیزم داده، منبعم داده، شیشم منبعی که به اصطلاح عرضم به حضور شما که دانشگاه‌های دنیا رو معلوم می‌کنه. ممنون تا فرمان. خب حالا بریم یک بحث دیگر شروع کنیم، بحثی که مهمه به نظر من، اون این است که حالا اگه اصلا ما درس نخونده باشیم این گناه اسلامه؟ یعنی بدی من گناه اسلامه؟ اگه اینجور باشه بس من میتونم بیارم آقا، بیا من برات میارم، بیا اینا، پس شما اگه اینطوریه من برای شما میارم که عرضم به حضور شما اینا، بیار آقا این عکس‌ها رو، شما بیار این عکس‌ها رو بیار. فکر میکنین کجاست این؟ کجا شما فکر میکنین هست؟ آه. مردم خونه ندارن، نگاه کن خونه ندارن، تو خیابونا میخوابن. خانم خوب انگلیسی نوشته، کم بیش میفهمید، با بچه‌هاش هست که خونه هم نداره، تو خیابون میخوابه. لشکر گدایان، شب اینجا میخوابه با کیسه خواب، جوونم هست. آقا اینجا آمریکاست، خیالتون راحت کنم، لس آنجلس هم هست. لس آنجلس هم هست. چرخش هم چی گذاشته که دزدی نکنن، وردن کنارش خوابیده که همون هم میدوزن از هم دیگه. آمریکا. حالا ما چون اینو فقط باید بیارم بگم آقا همه مردم آمریکا خرابن، اینقدر باید بی‌انصاف باشم؟ باید اینقدر بی‌انصاف باشم؟ این سگشم به خودش آورده. بله ممنون. اینجوری نمیکنه آدم دیگه، گفتم آدم انتقاد میکنه، درست انتقاد میکنه. و بذارید من دیگه از همین حالی چون که از آمریکا رو آوردم، بذارید که این یک کمیش ببینید که فیلمش هم ببینید. آیا من میتونم به این فقط تصمیم بگیرم بگم که آقا همه آمریکایی‌ها مثلا بدن، یا تاریخ آمریکا بد بود؟ بابا یک دوره ای در یک جای یه چیزی بده. یک لحظه. بله. Intentions to feed and love on as many people as we possibly can with the resources that we have. اینا دارم اینا فکر میکنه فیلم گرفتن. این کنار اسکیدرو بهش میگن، نمیم چی بهش میگن، مال مردم هوملس هست، یعنی بیخانه. Everybody's gotten their checks in from the government. Everybody's smoking their checks up. We're shooting their checks up. So we're probably going to encounter a lot of people that are tweaking. اینجا بریم اگه جلو ببرم یکم که ببینیم میاد یا نمیاد. ببینی؟ It just is what it is. تو کنار خیابون خوابیدم. It just is what it is. But for the most part, everybody's friendly. بله بس. متوفا فرما ممنون. خب بس. اینجا آدم باید که به اصطلاح در هر کار انصاف داشته باشه. حالا یک چیزی میخوام بگم اصل کار، که آیا اسلام گفته که شما علم نداشته باشید، درس نخونید؟ اسلام که نگفته. این آیات رو شما ببینید، تمام این آیات دلیل بر این است که اصلا اولین سوره ای که نازل شده سوره علق، خب توش از قلم اومده. لطفا اقرا بسم الله ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بخوان به نام، بخوان به نام پروردگارت که انسان را از چی آفرید. و باز میفرماد الذی علم بالقلم، خودش معرفی میکنه که با قلم به شما یاد دادم. علم الانسان ما لم یعلم، انسان را چیزایی یاد داد که نمیدونست. پس اصلا سوره به نام قلم هم داریم، بلکه خداوند و پیامبرش میگه هیچ چیزی نگفته من زیادتر بده، هر چیزی گفته یک حد به من بده. در مورد علم گفته ای محمد بگو صلی الله علیه و سلم قل رب زدنی علما، یا پروردگار من علم من زیادتر کن، هر چی زیادتر بهتر. در آیات دیگه هست فقط علما هستن که از خدا میترسن، اگر پس آدم عالم نباشه از خدا نمیترسه دیگه. کسی که علم آورده، کسی خدا، کسایی که علم داره خدا اونا رو بالا میبره و حتی سوال میکنه، تعجب میکنه، کسایی که میدونن و نمیدونن با هم برابرن. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسایی که میدونن و نمیدونن با هم برابرن. پس این علمه. و پیامبر گفته که فضل عالم بر عابد، نگی که آقا این علم علم عبادت ها، نه
حدیث صحیح داریم. پیامبر فرموده به اصحابش که فضل برتری عالم بر عابد، یعنی کسی که زیاد عبادت میکنه، مثل برتری من است به ادنا صحابه من، به کوچکترین صحابه من. مثلا فرض کنیم که همون که حضرت حمزه رو شهید کرده حضرت وحشی باشه، دیگه میگیم ادنا صحابه بوده. میگه فضل من بر این چقدر زیاده، یعنی چقدر از این من برترم. حضرت پیامبر که از ابوبکر هم برتر در برتره، میگه یک عالم بر یک عابد اینقدر برتری داره در دین من. دیگه چی بگه؟ حالا اگر ما عمل نمی کنیم آقا، این به ما چه؟ حتی اینقدر تشویق کرده، گفته بعد از مرگ سه چیز است که برای انسان فایده میکنه. یکی علم انسان، یه چیزی درست کنه به درد مردم بخوره. بعد از مردنمون برای ثواب مینویسه. شما تو قبر خوابیدی، تو حسابت ثواب داخل میشه. دیگه چیکار کنیم؟ و حدیث دیگه داریم، بخاری، در بخاری، اگر کسی راهی رو به سوی علم بره، خداوند راهی به سوی بهشت براش باز میکنه. یعنی اتوماتیک راه علم تو رو به بهشت میبره. پس علم رو تشویق کرده. هرگز نگفتن آقا کسی علم یاد میگیره درست نیست. اینقدر این یک مغلطه است، یک دجالگری کامله. ببینید، من به شما الان یک مسئله رو نشان میدم تا این دجالگری رو ببینید. من میتونم این فیلمی که الان به شما نشان میدم، البته بینندگان این فیلمی که میبینن، من همش هم نمیتونم نشان بدمش، به دلیل اولا که رقص آواز، دوم این که توش مار و اینا داره، ماری که انسان میگزه، ممکنه خوشتون نیاد. و شما ببینید از وسط این فیلم تا من یک نتیجه بگیرم. این در اندونزی، کشور اسلامی، دختر خانومی میرقصه، آواز میخونه، به خاطر اینکه بیشتر پول بگیره، مردم ذوق مردمشه دیگه. ما رو میارن توی اونجا، ما رو هم باش میرخصونن، یا مثلا در میگیره ما رو. و این اتفاق براش افتاده. ببینید، حالا این از وسط آوردیم، این مثل که ما رو این گزیده. اینجا بیاریم که وقتی ما رو میگزه ببینید. بله بله، ببینید خب. خب صدا الان مار گزیدش. خیلی خوب، الان مار ازش میکشن اما چاره نداره و میمیره. این خانم مرد. یه چیز هم مجلس، این خانم چی شد؟ مرده. و ببینید، اما آوازش هم براش گذاشتن، آواز میخونده دیگه. مرده در سری چی؟ خب بگو چه ربطی داره به داستانه؟ ممنون تا فرمان. چه ربطی داره به داستان آقای مشیری؟ خب ما میتونیم این فیلمی که دیدیم بگیم آقا این ملت مسلمان چقدر کثیفن. اولا یک دختر از خونه میارن بیرون، بیچاره جوان دختر، رو میگه آقا برقص، پول ازش در میارن، آواز بخون، نمیدونم رانتو لخت کن، برقص. خب حالا تا اینجاش که کردید ظالما، بس نیست؟ اولا که باید خرج این رو، این که تازه اول زندگیشه. چرا توی کشور این، توی حرفاش اندونزی هم خیلی بد گفته آقای مشیری، بزرگترین کشور جمعیت اسلامی هم هست. خب این اگه به این دید نگاه کنیم، کار حرف داره درست میزنه. این که میگه ظالم هستن، باز اون ملت، باز ببین که حالا میرخصونیش، این دیگه چه ذوقیه که مارم باش میرخصونی، که ماری رو بگزه، باز دکترم نبردیش یا نتونستی ببری. اون ملت چه ملتی است که این ذوق رو داره که رقص ما رو با یک دختر دوست داره؟ و این میگه مسلمانای شماست. اگه یکی بخواد بگه میتونه بگه دیگه. از این میگه ملت کثیف‌تر هست. باز اینم بگه که آقا هر چیز از نتیجه برمیاد، از کار مردم بفهم که دین اسلام چقدر بده. الان همین حرف زد دیگه، گفت از کار مردم بفهم دانشگاه ندارن، البته که تا یه چیزایش دروغ گفت، که چقدر اسلام خود دینش بده، پیغمبرش زبانم لال بده، خداش بده زبانم لال، کتابش بده. این استدلال آقای مشیری است که میگم همین خودش یک ماری است که تو جهنم که از اون مردم به اژدها پناه میبره. ما بابا تو دوره شاد دیدیم حرفای کمونیستا چرت و پرتایی که میگفتن، رفتیم طرف آخوندا دیگه، یا غربیش یا شرقیش. آدم منطقی حرف بزنه بابا، منطقی حرف بزن. تو ببین که پیغمبر گفته، یاد ببین الان در همین کار مردم اندونزی که بزرگترین کشور اسلامی هم است، چند قانون خدا رو زیر پا گذاشتن. اولا این دختر رو آوردن به اصطلاح کار کنه، حالا میگه اگه مجبور باشه انسان میتونه کار کنه، اینم شد کار. تو میرخصونیش لخت که مثلا پول بگیره، پول بهش میدونم 20 دلار 15 دلار،
باز به خاطر اینکه میگه اگه یک کم مثلا کار خطرناک بکنی مار بیاری 25 دلار بهت میدیم. خب از اون مردم میگیری دیگه. این کار است که اینا میکنن. اینا پیغمبرشون گفته باز مار رو رانش بشونه که اون رانش بگزه، یا پیغمبرشون چیز دیگه گفته. نگاه کنید، اونو که خودتون میدونید که نگفته که زن به حجاب بیاد برقصه، اما یه چیز دیگه هم گفته. این حدیث در مسلمه. عرضم به حضور شما که ابن عمر روا بیار این حدیثو، چون که این برنامه ما برنامه چی هست، بذارید سریع از این را چیم. ابن عمر روایت میکنه که مردی ازش پرسید که آیا وقتی من محرم باشم، در احرام باشم، در حرم باشم، میتونم بکشم بعضی از جنبندگارو؟ ایشون گفت که یکی از زنهای پیغمبر که اونم حضرت عایشه بوده، در حدیث دیگه میاد، گفتی که پیامبر فرموده است که 5 حیوان رو بکشید ولو که در حالت احرام باشید یا در نماز باشید. یکی از اونها مار است. مار رو انسان در لباس احرام باشه، لباس سفید احرام پوشیده باشه، یا در نماز باشه، دید نماز خود میشکنه، میره مار رو میکشه. حالا نکش، بذار بره. بلکه حتی یک حدیث ما داریم، کسی ما رو دید از ترس عذاب، از ترس اینکه ما رو بگزه ولش کنه، میگه از ما نیست، یعنی ما رو میگه بکش. اینقدر یعنی گفتی شما میبینی یک ما رو، یک رای رو تو راه مثلا از ترسش میگریزی، میگه از ما نیست، باید ما رو بکشی، چرا یکی دیگر آزار میرسونه؟ تو ناراحت نباش، نسلش تموم نمیشه، نسل ما رو تموم شدن نیست، غیر از 5 حیوان که یکیش مار است و یکیش عقرب است و یکیش نمیدونم. خب اما این آقا که نه فقط ما رو نکشته، ملت اسلامی اندونزی نه فقط ما رو نکشته، بلکه ما رو آورده رقصونده، خودش هم دور بر نشسته، برعکس کار کرده. باز من بیام پیغمبر رو بگیرم یخشو، استغفرالله، به زمان ساده عرض کردم، بیایم ما بگیریم آقا حضرت محمد تو این چه قانونه آوردی، همش میگیم بدبختی از دین توست. بابا اون که اینجوری نگفته. خب ظالم، برو کتابشو ببین، در قرآن نوشته که تو در علم نخون. و چرا سور این همه از عالما تعریف کرده، چرا اون نمیبینی؟ کدوم کتابتون سوره به نام قلم داره؟ حدید داره. حالا که ما از حدید استفاده نمی کنیم، از آهن. امت اسلامی استفاده نمی کنه، گناه امت دیگه. گرم اون که گفته من حدید رو نازل کردم و سوره هم به نام حدید گذاشته که بفهمی حدید. حالا چرا غربی ها بر ما پیشن؟ از حدید استفاده می کنه. ولی این نیست که ما اگر ما حالا گفتم صد بار این مثالا، نمیدونم خود چجوری آدم بگه. من میرم دکتر بر من دوا میده، من برعکس میگه آقا شکر نخور، من شکر میخورم. باز که من مرض قند گرفتم، میگه که آقا دکتر نبود. بابا اون بیچاره که بهت گفت نخور، تو نسخهش ببین چی بهت گفته، بهت میگه شراب نخور، تو میخوری، خب پس گناه تو دیگه. این که مثل روز روشن، اینقدر دجالگری نمیخواد. البته آقای مشیری تو مدار، من نمیدونستم این تو مدارس مسیحی درس خونده. دیدی تو حرفاش گفت که نمیدونم در مقایسه با کشورهای مسیحی. اگه اینجوری مقایسه میکنی، بیا منم باز برات مقایسه کنم. امروز دیگه روز مقایسه است. میگه اگه مقایسه دجالگری باشه کاری نداره، بیا اینو ببینید. این یک فیلمی هست، این مقایسه کرده. حالا شما مسیحا که خودش از بودایی بهتر میدونه، نمیدونه. اینجا ببینید آقا، این کشور بودایی و مقایسه کنید ببینید. این ژاپنی هستن، دارن سوار مترو میشن، سوار مترو میشن، با نظم ترتیب در دو طرف ما میستن، وسط جا رو خالی میکنن تا پیاده بشن مردم. خیلی خوب فرنگشون رو ببینن. این دیگه ما بگم این از دین بودایی بوده. سواش. حالا یکم جلوتر بریم، مثلا در سوار شدن دو حرکت. حالا بریم مکزیک. یک کشور مسیحی است که همین چند روز پیش آقای پاپ هم اونجا بود. آقای پاپ چند روز پیش اونجا بود که حتی ترامپ رو هم فوش داد، اگه یادتون باشه. گفت ترامپ اصلا مسیحی نیست. ترامپ همون نماینده جنجالی برای انتخابات آمریکاست. حالا ببینیم که در مکزیکی که اینقدر مسیحی متعصب است، این متروی مکزیک رسیده ها، در باز شده، اونا میخوان پیاده بشن، اینا نمیذارن.
هم ببینی نه این میتونه بارا بره نه اون میاد پایین. بله خب حالا من بیام مثل آقای مشیری نتیجه بگیرم که آقا نمیدونم این به نور مسیحیت منور کرده و نمیدونم مسخرش کنم، در حالی که ما میدونیم که این ربطی به مسیح نداره. حضرت مسیح نگفته که حق همدیگر رو بخورید یا نظم رعایت نکنید یا نمیدونم چی چی چی، این هرگز نگفته. و بیا حالا اگه اینجوریه من میتونم بگم که آقا ما از مسیحا خیلی پیشرفته تریم، برات مترو دبی رو مثال بیارم بیا ببین مثل شیشه است نگاه کن، ولی بازم ما اینو به اسلام رفت نمیدیم، چون که اسلام گفته تمیز باشید، درسته؟ ولیکن ما نمیتونیم بگیم که حضرت عیسی نگفته تمیز باشید. آه ببین بذار بری جلو، این تازه به اصطلاح ایسکوهاشه، سب کنیم ایسکوهاش جلوتر ببریم. آه بذار جلوتر ببریم به قطارش برسیم، اجازه بدید. آه یعنی داره میگه در عرض چند دقیقه میرسه. آه ببین مثل شیش هست در این جای دنیا مثل میبینی؟ پس باید از همین نتیجه بگیریم که ما مسلمان از همه دنیا پیشرفته تریم. یکی رو باید مقایسه کنیم به همه چیز. ما این بی‌انصافی رو نمی کنیم. اصلا این حتی اونقدر مثل ژاپن شلوغ هم نیست. الا در بعضی از ساعت. داخلش ببین. یک غبار خاک نمی بینی. آه. ببین. مثل که روز اولش باشه اینطور تمیزه، یعنی مثل که تازه امروزی مترو رو ساختن، هر روز که داخل میشه فکر میکنین که مال امروز اینو رنگ کردن و آوردن. ممنون تا فرمان. ولیکن ما نتیجه نمیگیریم که این مترو به اصطلاح چون هست پس اسلام برتر است از همه دنیا، نتیجه رو نمیگیریم. ما میگیم که آقا هر دینی رو باید به دستور شناخت. اگر پیغمبر هندوها گفته باشه که شما تمیزی رو رعایت نکنید میگیم درسته، اگه گفته شما پیشرفت نکنید میگیم درسته. این مغلطه کردن که من رفتار، حالا این دو بگه این ولیش مثلا یک شهر دیگه است که هم تو کشور اسلامیه، ولی اگه میری توش میبینی که گاو و گوسفند و انسان با هم یک جا قاطی هستن. نه اون به اسلام میتونی بگی آقا پیغمبر گفته، نه اینو میتونی بگی که پیغمبر گفته. اینها دجالگری است. نمیتونی بگی که از عمل مردم ها به دستورش نگاه میکنه، خیلی واضح است. ولیکن چون این دجالگری رو زیاد به کار میبرن دیگه برای مردم عادی شده. و عرض کردم شما ملت هم گوش شنوا دارید، چون که بدتون میاد از آخوندا، هر کس که هر حرفی زد قبول میکنه، اما فکر نمیکنی که آینده ممکن است حرف غیر منطقی رو همین شما باز قبول نمیکنی. مثال اول برنامه بهتون گفتم. خب دوباره حرفاش بشنویم، برگردیم حالا دیگه بازم دروغاش بشنویم چقدر دروغ میگه. درآمد پرکپیتا اینکام، یعنی درآمد سرانه، هر شود که از 500 دلار هست و بهترینش که عربستان سعودی معدن فروش هست، اینها 9000 دلار پرکپیتا اینکام. عرض کنم ببین من اول که این حرفا رو شنیدم باور کردم دیگه، آخه میگم چه دلیلی داره دروغ بگه، ولی وقتی رفتم آمار دیدم داره دروغ میگه. و همین راحتیه که انسان دروغ بگه. چرا؟ گوش بدید هست و اساساً جهان اسلام به پای کشورهای صنعتی به لحاظ درآمدها نمیرسد. وقتی نگاه بکنیم امریکای کافر 30000 دلار و سوئد و سوئیس 42000 دلار، آلمان و انگلیس و اینا قریب 25000 دلار، اینا از 20000 دلار کمتر توشون نبود. من نگاه کردم مصر 1800 دلار، هر شود ایران ما با اون نفت فروشی و اینها 1600 دلار. اینها درآمدهای اقتصادی جهان اسلام هستند و عرض می شود که هنوز اقتصاد صنعتی وارد این کشورهای عرض کنند که به نور اسلام منور هستند نشده است متاسفانه. این باعث بدبختی و گرفتاری است، رنجاور واقعا. و هیچ کدام از اینها هم هنوز به یک دموکراسی و آزادی نرسیدن. الحمدلله دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. حالا اما در مورد اعمار سلانه برسیم تا به آزادی، که البته این دومیشو قبول داریم. ببینید درآمد سرانه، درآمد سرانه رو بذارید من براتون بیارم. بیاین نگاه کنید آخرین فهرست درآمد سرانه سالیانه کشورهای جهان. موناکو با 183000 در چیز اولین است. لختنشتاین کشور کوچیک 137000. سرزمین برمودا
هشتاد و چند؟ 9000. نروژ، یعنی کشور آلمان مشهور، 87000، خیلی ثروتمنده. لوکزامبورگ، نروژ میدونید که کشور نفتخیز هم هست و به اصطلاح جمعیتش هم خیلی کمه. لوکزامبورگ 76000. بعدش خود قطر میاد، میگه یکیشون هم نیست. قطر 72000. چقدر شد؟ یعنی با نروژ چقدر فاصله داره؟ 12000. سوئیس 71000، یعنی از سوئیس بالاتره. دانمارک 59000. کویت 51000. از سوئد بالاتره. سوئد 50000. باز دوباره فنلاند و آمریکا 47000. یعنی ببینید کویت از آمریکا چقدر بالاتره و دیگه. خب بلژیک اینا هستن. فرانسه، امارات متحده عربی 41000. ژاپن 41000، یعنی ژاپن در درجه بعد از اون قرار گرفته. و امارات دیگه، برونی 31000. همینطور کشور اسلامی پس هستن، اما نمیگم که وضعیت خرابم ندارن. بحرین 17000. حالا بریم همین که دیدیم، حالا ایران هم ببینیم. لیبی 12000، البته اتمن قبل از جنگ بود، حالا لیبی هم اینا خلاب کردن. روسیه 9000، تقریبا 10000. یعنی ترکیه نگاه کن، ترکیه با روسیه به اون بزرگی فقط یک کم فاصله داره. این 9900، این 9890، یعنی 10 دلار فاصله داره، یعنی میشه گفت مساوی هستن. ترکیه، متوجه هستید؟ حالا بریم ایران ما کجاست؟ بدبختی هر چی هست از ایران است. آذربایجان هم 5000 داره، ایران 4500 دلار، متوجه هستید؟ در سال. و ترکمنستان 3000. خیلی آخر، پس اینم دروغ گفته که 1300 1600. این خب آماری است که دنیا میگه، اینقدر آدم نمیگه. خب حالا بیایم و بقیه حرفاشو بازم بشنویم، باز آخرین حرفا رو. چند دقیقه از وقت برنامه گشته بود، فرمان یک میان برنامه بریم و برگردیم. دو فرمان آماده هستی داری میان برنامه؟ بله، تا شما میان برنامه رو آماده کنید و من میگم بعد از اون وضعیت زنها رو در کشور اسلامی هم میگم. یعنی ببینید، من نمیخوام بگم که ما عقب نیستیم، علت عقبمون دیگه خودمون هم میگیم، ولیکن میخوام بگم اینقدر دیگه به این شوری هم نبود که این گفت. و اون هم یعنی در بعض جنبه ما از اونا پیش هستیم، مثلا در امور خانواده، در قتل و دزدی کمتر هستیم، کمتر هستیم. اونها تعالیمات عمومی پیغمبر ماست. و اینه که پیش نیستیم هم علتش خواهم گفت. بله، میان برنامه بریم و برگردیم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. بقیه صحبت های آقای مشیری رو بشنویم و بازم بله لطفا نفهم حوری اینا رو داریم، حالا بذاریم که زندگی خوب رو دیگه مسیحی ها داشته باشن. ما که زندگی نمیخواد، این جهان که ارزشی ندارد مگر این خاکدانی نیست، تبعیدگاه است. آقا وقتی که اون حوا اونم چیز کرد و میوه خورد و سیب و خداوند اردنگی زد، ما رو فرستاد به تبعیدگاه. این تبعیدگاه ارزش ساختن که ندارد، این خراب آباد است. من ملک بودم و البته اردنگی شما جا وقتش مونده خدا خواهد زد، ولی بقیش خوش بود بر این جایم بود آدم آباد در این دیر خراب آباد از اینجور مهملات و مغالطات. بله اینجا جای چیزی نیست، انسان باید با گرسنگی و بدبختی و نکبت و شما با آخون زندگی بکند. اما اون جهان چه جهانی است؟ و در اون جهان است که ما واسه می شود که وقتی وارد شدیم دوز بوده باشیم، جنایتکار، دروغگو و تجاوز به زنای مردم کرده باشیم، سر بریده باشیم، اشکالی ندارد. اگر شیعه باشیم، علی پسر ابوطالب اونجا پیش خدا چیز میکند، شفیع روز قیامت میشود، اشکالی تمام دوزها و جنایتکارا و دروغگو رو رها کردن. جلوتر بریم و هیچ نشانه ای از ترقی، هیچ نشانه ای از حرکت، هیچ نشانه ای از خلق و ابداع در اندیشه وجود ندارد در این 56 کشور اسلامی که به نور اسلام منور است. بله 1,200,000,000 نفر که عرض میکنم که 250,000,000 در اندونزی گرسنگی میخورن، قریب 178,000,000 گداخانه بنگلادش و 156,000,000 گداخانه پاکستان. اینها عرض میکنم از شبت که بخش عمده ای از جهان اسلام هست و الحمدلله رب العالمین کوچکترین تغییری و اصلاحی در این دین محترم برای یک قدم به جلو رفتن به وجود نیامده است. به جهت اینها دستوراتی است که باری تعالی همون الله عرض میکنم کذا و کذا فرستاده تا روز قیامت باید وضعیت ما همین باشد. کوچکترین تغییر ناموس ما رو به خطر میندازه. آقا خیلی خوب، فکر کنم بقیه دیگه در چرندیات میفرماد، برگردیم اتاق فرمان تا من چند نکته رو بگم که هرگز چنین چیزی هم نبوده و ما نگفته که ببینید. اول بیایم یک مسجد کوچیک، یک جایی مثالی آدمی است که قیافه این حتما این آقا خوشش نمیاد، افراد مثل این در یه گوشه در یک مسجدی برای یه عده سخنرانی میکنه یا تو خونش بیارید نیرو. این یک تیپ یک عالم مسلمونه. ببینیم چی میگه، ببینیم چی میگه. عربی میگه، من براتون ترجمه میکنم بعضی حرفش. این برای شاگرداش داره صحبت میکنه، میخوام اینو به اینا میگه که به آخرت فکر کنید، به اینا میگه که دنیا رو ول کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام. بله بله بعد فهذا مجلس لبيان اثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لما تفسير يقول آية قرآن مخصوص بات قرآن. كما قال الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. فأذكر مثالا أوضح به وكيف هو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفهم في ضوئها الكتاب العزيز. فتخصص بيجي يعني ما كتاب خدا رأله يعني حرف موزي ما نيست المطلق وتخصص العام. فعندنا على سبيل المثال على مثال قول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة. ببینید اینجا چی نوشته داره، این تفسیر میکنه. قل من حرم، بگو کی حرم کرد زینت الله التي أخرج العبادة، که خدا برای بندگانش بیرون آورده، کی حرامش کرده؟ و طیبات من الرزق، رزق خوب و طیبات من الرزق، رزق خوب رو کی میگه حرام کرده؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، بگو این فقط خالص است برای مسلمان‌ها در حیات، این برای مسلمان‌ها در دنیا هست و در آخرت خالص است. یعنی در دنیا هم کافر مسلمان در شریک هستند، این در هر نعمتی که کافر تو دنیا داره مسلمان با شریکه. خالصه يوم القيامه اي هي للذين امنوا في الحياه الدنيا. خیلی خوب، یعنی برای من بقیش برات میگم، یعنی ببین یه گوشه نشسته داره صحبت میکنه آیه رو، یکی حرام کرد رزق آی خدا رو، کی آقا میگه که گفته شما دنیا رو ول کنید آخرت رو بچسبید؟ کی گفته؟ اگه قرآن که داره جلوت میگه، اگه عالم دینی که یه گوشه تو نشسته نه جلوی تلویزیون نه هیچی داره برای مردم خودش میگه، کی حرام کرد زینت خدا؟ خونه لوکس رو کی حرام کرد؟ غذای خوب رو کی حرام کرد؟ ماشین خوب رو کی حرام کرد؟ کی گفت؟ ما نگفتیم. تو حرف دهان ما میذاری آقای مشیری جان، خب بذار حرفی که دلت میخواد بگو. و پیامبر ما گفته اگه کسی خجالت نکشه، حیا نداشته باشه، هر چی دلش میخواد میگه.
پس آیه قرآن نگفته اینو. حتی تعجب میکنه میگه کی گفته حرومه؟ حالا اگه یکی بیاد میگه حرومه، میگه اینو کی گفته؟ خدا گفته، پیغمبرش گفته. اگر اونا گفته بودن چرا اینقدر زن گرفتن؟ از زینت دنیا کی زن گرفتن دیگه؟ کدوم یک از خلفای راشدین کمتر از 4 زن داشته؟ پس زینت دنیا رو حرام نکرد. و زینت دنیا رو مسلمان هم حرام نکردن. نگاه کنید، اینو نگاه کنید، این الان مثال، این میخواد بگه که ما مسلمان ها زناش درس نمیخونه و این حرفا. این الان ببینید خانومی هست خونش داره میده نشون توی عربستان، لطفا صدا رو بیارید. خونش ببینید چقدر لوکسه، یه خونه متوسط اونجا. And my brother-in-law and his wife and his daughter lives upstairs. این معلومه که درس خونده دیگه، میگه مسلمان‌ها درس نمیخونن. چرا قشنگ انگلیسی صحبت می‌کنه ولی اگه انگلیسی اینجوری عربی صحبت کنه. My father-in-law's house. What kind of neighborhood is this? This is like a middle upper class. Lot of teachers, government workers and it's a relatively میگه مردمی که در دولت کار می‌کنن این خونه رو دارن. یعنی طبقه متوسط. یه خونهشه، حالا داره خونهشو نشون میده، حالا ما نمیخوایم همه چیزو، وقت برنامه ما نیست. خب این کدوم زینت خدا رو برای این حروم کرده؟ خب چرا اینا رو نمیبینی؟ فقط بنگلادش میبینی؟ خب اینو ببینید، بزرگترین دانشگاه دنیا از لحاظ مساحت ببینید کجاست و مال کیه. لطفا اینو بیارید اتاق فرمانکی، بینندگان ما هم ببینن لطفا. بزرگترین دانشگاه در چیه؟ در نور، در چی؟ در عرضم به حضور شما که ریاضه. و نگاه کنید حتی اینقدر بزرگه که توش قطار را میره، یعنی برای اینکه از یک جا مثلا به جای دیگه ببرن، به خاطر اینکه مثال سکن هم اونجا دارن، هم چی میگه جای خواب، خوابگاه. و این فقط یک دانشگاه است که از لحاظ مساحت بزرگترین دانشگاه است توی دنیا و فقط مال دختر است. این که میگه مسلمان عقب مونده هستن، فقط معاوری چی مسجد داره اینا دیگه، که حالشون به هم میخوره که چرا مسجد داره دانشگاه. ببین سالات ریاض و ملعب اینا برای بازی و اینها، و تو دانشگاه است، همه اینا تو دانشگاه است. بس سب کنین جلوتر بره. این جای خوابگاه از خارج، این داخلش. سب کنین ببینین، این خوابگاه دختر هاست. این دیگه عرضم به حضورتون که یعنی وقتی که بزرگ هست اینقدر، یعنی دیگه شما فکر کنید که هر چیز درش برای اونا گشته هزاران نفر، شاید 40-50 هزار نفر درس میخونن فقط توی دانشگاه ممنون. حالا من چون دقیق نمیدونستم گفتم هزاران نفر، ولی میدونم که بیشتر از این نیست. پس این نیست که مسلمان هاشی نباشه، این نه پاکستان. بیارید لطفا که مار بقیه مندیگه خانمی هست که خلبانه. آه خب چرا حجابش هم داره؟ پس من نیست، ممنون تافر. تمام این حرفا به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که بنده عرض کنم به شما که انصاف به کار نبرده بود. این هم عکس دیگه ببینید، برونی یک کشوری هست اسلامی، هم با حجاب هستند و همه کسایی که هواپیمای بوئینگ رو پایش پرواز دادن، خلبان و کمک خلبان و مهندس پرواز و همه زن هستن. ببینید خلبان، کمک خلبان چی زن هستن. پس اجازه میده؟ اتفاقا همین برونی همین روزای ملحدین زیادی بهش ایراد گرفتن امسال که چرا اجازه نداده که جشنای، گفته آقا شما جشنمون عید فطر عید قربان رو برای ما جشن بگیرید، عید مسیحا رو اجازه نمیده. پادشاهش گفته عید مسیحا رو فقط مسیحا جشن میگیره، مسلمان‌ها رو اجازه نداده. همین خیلی ناراحت شدن دیگه، حج مال دیگه، حج دستشون برسه باش میکنن. اما اینا نمیگن که زناش از تحصیل کرده در این زنها هست. این یه نکته. حالا برسیم به سوالی که مشکل ترین سوال هست و ماش با شما قبول میکنیم که چرا مسلمان ها عقب مونده هستن؟ برای حال این دیگه روز روشنه که نمیتونیم ما منکر بشیم که ما هم دیروز چند روز پیش همه آقای روحانی رفت به فرانسه، فرانسه ای که اینقدر اینا رو اذیت هم کرده، فرانسه اینقدر که ایران اذیت کردیش که اذیت نکرده، مجبوره بره، رفته 118 هواپیما خریده 4.5 میلیارد دلار
کسی دیگه نداره بهش بفروشه. فرانسه درست کرد و آمریکا، ایرباس. 4.5 میلیارد دلار یعنی 1/4 پول نفتی که یک سال ما میفروشیم. ما که هنر دیگه که نداریم جز نفت فروختن. 1/4 میشه برداشتیم به فرانسه دادیم، ازش 118 آهن پاره خریدیم دیگه. حالا آهن پاره ای که هواپیما شده پیشرفته هستن دیگه، بلکه با گدایی هم رفتیم. اینطور هم برای رئیس جمهور ما احترام قائل نشده که سر وقتی این دعوت کرده به شام سر سفره شراب نذاره، سر سفره شراب گذاشته، بیچاره از خجالت مردم نرفته به مهمونی. نمیخوای نخواه، با پول داره نمیخری نخواه. 4.5 میلیارد دلار مشتریه، بازم که اعتنابش نکرده، آدم حسابش نکرد، چشمشون کور، دندشون نرم. روز اول آقای خمینی گفت که بذار برن اینها، متخصصینی که فرستاده، متخصصین داره اونجا کار میکنن، متخصصین خود ما دارن اونجا کار میکنن. خیر، این درسته، یعنی منظورم این است که ما نمیگیم اونا پیشرفته نیستن از ما، این دیگه شکی نیست. اما اگر ما 100 سال پیش بودیم هم همین حرفا میزدیم، 200 سال پیش بودیم همین حرفا میزدیم. خود 200 سال پیش اونا که پیشرفته نبودن، ما پیشرفته بودیم. مثال یا 400 500 600 سال پیش اگه ما پیشرفته نمی بودیم که نمیتونستیم دو تا ابرقدرت رو شکست بدیم. حالا من ای که مثلا فرض کن در ایران بلند شم یک پرچم بلند کنم، چه قدم که حالا دیگه از داعش بیشتر شما میخوای خودکشی حمله کنی، حمله های فدایی، روزی 20 تا 30 تا از هر طرف خودشون بکشتن میدن، بازم به جایی نمیرسن. چرا؟ برای اینکه تکنیک اونا بالاتره. دو تا ابرقدرت توی بودن، اگر مسلمان ها چه قدم که شجاع بودن، اگر تکنیک نمی داشتن نمیتونستن شکستش بدن. وقتی که برای حضرت عمر گفتن که آقای فیلا اینا خیلی ما را اذیت میکنه، ما چیکار کنیم؟ گفت تکنیک به کار ببرید، نگفت دعا کنید فقط. چیکار کنیم؟ گفت امیرالمومنین تکنیک به کار ببرید. آخر تکنیک به کار بردن، چیکار کردن؟ روی شترها یک خونه های بزرگ ساختن، تکنیک دیگه، خونه های بزرگ ساختن، سیاه درست کردن، این شتر دیگه دو سه تا شکل فیل شد. شطور که خودش هم بزرگه، خونه دیگه، فیل که عقلش نمیرسه که میگه این چه حیوانیه اومده، نمیفهمه که این روش گذاشتن یک خونه چوبیه. فیلا رم میکردن میرفتن، یه علت شکسته. ساسانی از مسلمان همین بود، تکنیک. باز نگین که آقا اینا وحشی اومدن، نه، تکنیک نداشته باشی نمیتونی شکست بدی، متوجه هستید؟ پس در تاریخ این حرف نبوده. من یک تاریخی براتون میخونم تا ببینید که همین روسایی که امروز اینقدر پیشرفته هستن تاریخشون رو ببینید. جالبه که این که این خیلی جالبه که اینها خودشون این کتاب سفرنامه ابن فضلان رو روسا خیلی دوست دارن، چون در مورد تاریخ خودشون اولین کتابی است که نوشته شده. در قرن چهارم یک مسلمانی رفته اونجا از طرف دولتش، مثل که حالا آمریکایی‌ها میاد مثلا سفیرش میاد باز در مورد ایران چیزی مینویسه، یا میره مثلا وسط آفریقا چیزی مینویسه. اون موقع خلیفه عباسی مقتدر یک هیئت فرستاد به روسیه، آخر دنیا اون وقت، تا بالتیک رفت، تا نروژ رفتن این هیئتشون، اونم از راه خوارزم، به سفرنامه ای نوشت. این سفرنامه رو امروز روسا براش میمیره، برای هر کلمه‌اش، چون تاریخ نداره خودش. از روی این میفهمه که ما چی بودیم. این سفرنامه ابن فضلان رو ببینید، لطفا اتاق فرمان بیارید. این سفرنامه است، ابن فضلان نوشته، عرضم به حضور شما، راشد ابن حماد. خب بریم ببینیم که مال روسا رو فقط بیاریم، در جاهایی که رفته دیگه، اومده ایران، رفته بخارا، خوارزم، جرجانیه، نمیدونم قزخا، و و و و و تا میرسیم به روسا، صفحه 199 ببینید روسا اون موقع چی بودن. 99 تا 109، روسایی که امروز اینقدر پیش رفته هستن، تاریخ یک قومی بالا میره یک قومی پایین میاد. 199 کجاست؟ یک لحظه اجازه بدید. 99 روسها، در مورد روسها مینویسه. گفت روسها را دیدم برای تجارت می آمدن، در رود آتل رفت آمد می کردن. من هیچ کس را به تناسب اندام آنان ندیدم. ایشان سرخ و سفید همچون درخت خرما، یعنی میخواد به قامتشون رسا بود. پیراهن کوتاه، نمیدونم جلیقه چی میپوشیدن. اینا برای روسا خیلی جالبه که بفهم مردمشون چی میپوشیدن. مردانشان لباسی میپوشن که یک طرف بدنشان را میپوشاند، یک دست ایشان از آن بیرون میآید، بیرون است. هر یک از آنان یک داس و یک شمشیر و یک کارد همراه دارد، هیچگاه از آن را از خود دور نمیکند. خب
بریم جلو. باز میگه نمیدونم به اندازه تناسب دارایی شوهرشان، میگه بر خودشون زنها حلقه‌ای بر سینه خود میبندند. و بعد اینجا رو نگاه کن، بهترین زنان ما، خب آنان کثیف‌ترین خلق خدا هستند. با اونا دشمنی نداره، داره چیزی که میبینه مینه میبینه میگه خود را از بول و غایت پاک نمی کنند، غسل جنابت به جا نمی آورند، دستان خود را پس از غذا نمی شویند. ببین یعنی این برش خیلی تعجب آور بود برای این مسلمون که این دستش بعد از غذا نمی شوره، بلکه همچون خران گمراهند. از شهر خودشان می آیند و کشتی های خودش را در اینجا میگه در نهر عتل چی می کنند؟ لنگر می اندازند. خب خانه های بزرگی از چوب بنا می کنند. در هر خانه 10-20 نفر کمتر یا بیشتر زندگی می کنند. هر یکیشان تختی دارد که روی آن می نشیند. آنها کنیزان زیبا و طناز برای بازرگانان همراه دارند، یعنی کنیز میار از مردم خود میفروشند. هر مردی کنیز خود را در آغوش میگیرد. میگه داره وصف میکنه این آقای ابن فضلان سفرنامش حال اونا رو، در حالی که دوستش او را تماشا میکنه، یعنی میگه او را در آغوش میگیره در که دوستش تماشا میکنه. گاهی ایشان به طور دست جمعی و با حضور یکدیگر این کار را میکنند، یعنی با همدیگه جمع میکنند جلوی همدیگه. و گاهی شخص بازرگان که نزد ایشان میرود میگه او هم آغوش کنیزش است و رهایش نمیکند تا احتیاجش را برطرف نمیکند. اینجا رو ببینید، آنها هر روز باید سر صورت خود را با کثیفترین و نجست، این در مورد روسا داره میگه ها، و نجسترین و آلوده ترین آب شستجو بدهند، بدین طریق که هر روز کنیز قضا می آورد و لگن بزرگی از آب با خود دارد و آن را به آقای خود میدهد. او دست و صورت و موی سر خیش را در آن میشوید، خب، و آن را داخل لگن شانه میکند، سپس درون لگن تف می اندازد و آب بینی می ریزد و هر کار کثیفی را در آن آب انجام می دهد. چون از کار خود فراغت یافت، کنیز لگن را نزد کسی که پهلوی اوست می برد. او نیز همین کار را در لگن می کند، یعنی لگن را خود در خود لگن می گه این کار می کند. کنیز همینطور لگن را پیش یکی یکی برده و یکی دیگر می آگذارد و آن را نزد تمام اشخاص موجود در خانه می گرداند و هر یک از آنها آب بینی و دهان خود را در آن می ریزد و صورت موهای خود را در آن شستشو می دهد. همه آب کثیف. خب دیگه چیزهای دیگه بریم جلوتر، یکی دیگه عجیب از اینا بهتون بگم که نگاه کنید اینجا رو ببینید. به من گفتن، بخش فصل 23 کتابه، به من گفتن ایشان هنگام وفات سران خود کارهایی را درباره آنان انجام میدن که کوچکترین آنها سوزاندن است. من میل داشتم از آن آگاه شوم تا آنکه خبر یافتم مردی از بزرگان ایشان درست، این خب دیگه سفرنامه می نوشته، سیاح بوده یا شایدم که به اصطلاح جاسوس حکومت خودش بوده، چون که بعضی چیزها هم ننوشته، برای اینکه حکومت برایش فرستاده بوده، چون که گفتم برگردیم تا یک توضیح رو بدم. دقیقا همون چیزی که امروز مثلا یک فرستاده هایی مثلا از کشور پیشرفته میان تو کشور عقب مونده، همه حرفا رو که نمیگه برای چی اومده، اینم همه حرفا رو نگفته که برای چی مقتدر من فرستاده، ولیکن هر چیزی اونا رو میرفته میدیده، گفته دوست داشتم ببینم هر وقت چیزی هست با هم بگید برم ببینم. چرا دیگه مقتدر در فکر این بود که روس هم بگیره، گفتم امپراتوری دیگه، امپراتوری که سیر نمیشه، امپراتوری که آخ پیشم رفت دیگه، خوارزم هم گرفت اونورم گرفت، اون وقت اونا مسلمان نبودن. منظور اگر ما حالا در قرن چهارم بودیم، این آقای مشیری از کشورش اونا فرار میکرد میومد اینجا، میگه آقا روسا اینجوریان، اونا اینجوریان، اینا اینجوریان، دینشون کثیفه، در حالی که این به دین بر نمیگرده، برای نقد یک دین باید دستوراش چین کن، باید دستوراتش نقد کنی، و این چیزی است که آقای مشیری ازش فرار میکنه و امثال مشیری ازش فرار میکنن. آقا اگر شکم من بزرگه، این گناه اسلام که نیست، میگفته نخور زیاد، این که من عمل نمیکنم گناه منه، این مسئله رو چرا اینا متوجه نیستن؟ اگر ما از آهن استفاده نمیکنیم گناه اسلام نیست که، اگر گفته باشه از آهن استفاده نکن، که میگه طلب رزق حلال عبادته. یکی اومد گفت که تو چی میکنی؟ گفت برادر من چی میکنه؟ میگه من عبادت میکنم، برادر من گفت کار میکنه، گفت از تو عابدتره. اون گفت از تو، حدیث ها دو تا برادر بودن، گفت اون از تو عابدتره، علمو از کار بالاتر دونسته، تو حدیث کارو از عبادت بالاتر دونسته، دیگه چهار کنه اسلام و با ما که عمل نمیکنیم تنبلیم، به ما چه به اون چه. خب حالا داستان ببینید، میخواد از زندگی اونا بگه، نگاه کنید ببینید چه وحشی بودن همین روسایی که امروز اینقدر پیش رفتن. نگاه کنید،
خب میگه یک مرده رو گفتم من فورا رفتم، میگه برای این مرده حالا لباس میدوزن، میگه آقا 10 روز میگه اینا لباس دوختن، بعد میگه اشخا قایق کوچیک جنازه را در اون آن گذاشته قایق را میسوزانن. در مورد شخص مالدار میگه کار دیگه ای میکنن، دارایی او را 3 قسمت نموده، 1/3 را به کسانش میدن، 1/3 آن برایش لباس آماده میکنن، یعنی برای مرده لباس میدوزن، 1/3 دیگه شراب تهیه میکنن. و در روزی که کنیزک خود را میکشد و ارباب خود سوزانده می شود میگساری می کنند. خب شب و روز میگه میگساری می کنند. وقتی شخصی اینجا داستان میگه پیش گفته شد در گذشت به کنیزانش گفتن کی با اون میمیرد؟ ببین اینقدر وحشی بودن، یک کنیزی میگفتن باید باش میمیری، یک بدبخت خب بیعقل بود دیگه گفت من. سپس این رو میگه باش نگه داشتن دیگه، سرش کارم نمی کردند، خب دست پاشو می شستن این کنیزک رو، لباس برش آماده میکردند و هر روز کنیزک رو شراب میدادند و آواز میخوند که دیگه حالا روز میخواد اونو با اون بسوزونه دیگه، تا لباس اون آماده بشه این کنیزک هم شراب میخوره. چون روز سوزاندن آن مرد و کنیزک فرا رسید، کنیزک زنده است، به رودخانه ای که قایق او در آنجا بود رفتم، قایق را بیرون آورده روی چارپایه از چوب تبریزی قرار دادند و اطراف آن چوب های مانند پل بزرگ گذاشته و آن را امتداد دادند تا روی چوبه های قایق نصب شد. آنان همچنان مرده رفت آمد مشغول بودند و به گفتگو میکردند به زبانی که من نمیفهمیدم. آن شخص هنوز در درون قبرش بود و او را بیرون نیاورده بودند، یعنی تو قبر میارن بیرون میسوزنن. آنگاه تختی آورده روی قایق گذاشتن، خلاصه پشتی های دیبایی رو میپوشاندن، حالا مرده رو میخوان بشونن. سپس زن پیری که او را ملک الموت میگویند پیش آمد، او تخت را با فرشی که گفتیم پوشان. خب این میگه ملک الموت کنیزان رو میکشه. خب میگه خیلی خشن و وحشی بود. چون سر قبر رفتند خاکا رو از یک چوب ریختند و خلاصه بیایم جلوتر شراب خوردند و خب یک کلاه میگه سرش گذاشتند و میگه چقدر لباس قشنگ پوشوندنش. خب این مرده رو جلیقه دیبا گذاشتن، تکمه های طلایی برش بستن، نمیدونم یک کلاه برش گذاشتن، او رو حمل کردند و آوردند و بر پشتی ها تکش دادن، جباز جلو شراب و میوه و ریحان گذاشتن جلوی مرده، گوشت و پیاز هم جلوش آوردن. سپس یک سگ آوردن اون رو دونیم کردن درون قایق انداختن. این حالا داره تعریف میکنه. خب سپس سلاحای او را در آوردن پهلویش نهادن، پس از آن دو دام آوردن آنقدر آنها را راندن تا غرق شدن، آنگاه با شمشیر آنها را قطع قطع کردن، گوشتش را در قایق انداختن. حالا قایق دارن آماده میکنن که بسوزونن. پس از آن دو گاو آوردن اونها را قطع قطع کردن به درون آوردن، باز مرغ و خروس آوردن قطع قطع کردن در قایق آوردن. کنیزکی که میخواست کشته شود همچنان در رفت آمد بود، داخل یک چادر ایشان میشد و صاحب چادر با او جما میکرد، یعنی مهمونا، یعنی به حساب که برای تشییع جنازه اومده بودن، هر کدام با این کنیزک جما میکردن، همبستری میکردن و به او میگفتن که به مولای خودت بگو که ما به خاطر محبت تو این کار را انجام دادیم، یعنی میگه که مردی رفتی، این بیچاره زنده است. چون عصر روز جمعه فرا رسید، کنیزک را به طرف چیزی که به شکل چارچوب در آن ساخته بودند بردند. او پاهای خود را در روی کف دست مردان گذاشته بود، یعنی مردا و کنیزک بالا بردند. به چوب نزدیک شد، با خود چیزی میگفت، آنگاه او را پایین آوردن، بار دوم بالا بردن، باز هم میگه چیزی با خودش گفت، بار سوم او را پایین آوردن، بالا بردن، همون دو کار اول را کرد. پس از آن یک مرغ به او دادن، سر آن را کنده به یک سو انداخت، آن مرغ را گرفته به درون قایق انداختن. ابن فضلان میگه که من راجع به کار کنیز از ترجمان استلام کردم. خب این خودش مترجم داشته، گفت بار اول او را که بالا بردن گفت اینک پدر مادرم را میبینم، بار دوم که میگه بالا بردن گفت که فامیلای خود را میبینم، بار سوم گفت مرده مولای خود را میبینم که غلامان و کنیزان همراهش هستند. سپس او را به همین کنیز را به سوی قایق بردن، آنگاه دو النگو را که در دست داشت بیرون آورد و به زنی که ملک الموت نامیده میشد و او را میکشت داد و خلخال را از با خود داشت بیرون آورد، یعنی همین کنیزه که بیچاره داره الان چیزای خودش در میاره، زینتارات خودش رو. زن به معروف ملک الموت تسلیم نمود زینتهای خودش را. سپس او را به سوی قایق بالا بردند، اما درون چادر نکردند. آنگاه مردها با سپر و چوب پیش آمدند، یک جام شراب به او دادند، او بر آن جام شراب خواند و آن را نوشید. ترجمان به من گفت به این شکل با زنان و همراه خود خداحافظی میکند، یعنی همین کنیزک بیچاره. پس از آن یک جام دیگر به او دادند، آن را گرفت و آواز خود را دنبال نمود. پیرزن او را به خوردن شراب و رفتن به درون چادری که مولایش بود، یعنی هم مرده بود، تشویق کرد. ابن فضلان میگه که ناگاه دیدم که کنیزک حیرت زده شد، پشیمون شد بیچاره و تردید افتاد و خواست به درون چادر برود، میخواست بفرار کنه، سر خود را به میان چادر قایق برد. پیرزن سر او را گرفته به زور برد داخل، مردا میگه به چوب زدند و میگه باز کنیزان دیگه هم به وحشت افتادند. آها اینجا ببین، مردها با چوب بر سپرها زدند تا مبادا داد فریاد به گوش برسد و کنیزان دیگر به وحشت افتند و نخواهند با مولای خودشان بمیرند.
سپس 6 نفر مرد به درون چادر رفتن. همگیشان با کنیزک جماع کردن. عجب. یعنی کنیزک بسته، حالا جماع هم در اون لحظه آخر هم با هم بستری کردن. آنگاه او را پهلوی مولایش خواباندند و 2 نفر 2 پا و 2 دست او را گرفتند. پیریزنی که ملک الموت نام دارد ریسمانی به طور مخالف به گردن او انداخت و آن را به 2 نفر داد تا بکشند. ببینید چه جوری کردن، دست پاشو گرفتن بیچاره رو کنیزک رو و ریسمان هم در گردنش افتادن، حال خوابیده میکشه. بعد خود همین ملک الموت خود او با خنجر لب پهن پیش آمد و آن را در چند جای دنده فرو برد، دنده هایش فرو برد و بیرون کشید و آن 2 مرد گلویش را با ریسمان فشردند تا جان سپرد. خب پس از آن نزدیکترین کس مرده پیش آمد و چوبی گرفت آن را آتش زد. سپس در حالی که برهنه و رویش به سوی مردم بود و چوب روشن را در یک دست داشت، دست دیگرش را بر مقعدش نهاد، از پشت به طرف کشتی رفت و چوبایی که در زیر قایق آماده شده بودند را و کنیزک را در آن کشته بودند و پهلوی مولایش گذاشته بودند آتش زد. مردم و چوب و هیزم آوردند و خلاصه میگه هر چی بود سوخت. آتش در هیزم افتاد و کنیزک هم همینطور، و باد تند سختی وزید و شعله‌های آتش شدید شد و شراره سوزان آن افروخته شد. پهلوی من یک مرد روسی استاده بود. خوب گوش بدید اینجا رو. با ترجمان همراه من گفتگو می کند. از او پرسیدم چی میگوید؟ میگه مرد روسی با ترجمان من صحبت کرد. میدونست این خارجیه؟ گفت میگوید شما ای جماعت عرب مردم احمقی هستید. میگه گفتم بپرس چرا؟ گفت شما عزیزترین کسان خود را و گرامیترین که آنها را در آورده و به درون خاک می اندازید و خاک حشرات و کرما او را می خورند، در صورتی که ما او را با آتش در یک لحظه می سوزانیم و همان هنگام و همان ساعت به بهشت می رود. سپس خنده زیادی کرد. علت خندهش را پرسیدم، گفت خدایش به او لطف دارد، در یک ساعت باد را فرستاد و تا او را فرا گیرد. در واقع هنوز یک ساعت نگذشته بود که قایق و هیزم و کنیزک و مولایش همه تبدیل به خاکستر شدند. ممنون تا فرما. یعنی داره مسخره میکنه که آقا اونطور کنیزه که بیچاره رو کشتن، اونطور مرده رو لباس پوشوندن، اما بازم مسلمان ها رو مسخره میکنه. در حالی که میخواستم اینو بگم، حالا اگر ما تو اون زمان میبودیم یا الان مثلا اون دوره میبود چی میگفتیم در مورد روسا؟ همینی که این آقا داره میگه. اما آیا این به دینش برمیگرده؟ اگر دینش مسیح بود اون وقت اونا مسیحی نبودن. پس کاری که ملت میکنه، مثل قصه ماری که اول نشون دادم، اون کار خودشه. شما نگاه کنید، الان ما اگر قرار باشه ما رو به دین ما ملاقات بگیرید، این حرف من خوب گوش کنید. پس ما اصلا دوست نداریم. تمام کشور اسلامی دست نمیبرن. میبرن؟ نمیبرن دیگه. پس معلوم است ما دوست نداریم. سنگسار که نمی کنه، پس ما زانی نداریم. ولی اینجور خودتون میدونید که نیست. ربا جنگ با خدا و پیغمبرش اعلام شده. همه جا هست. همه ایران ما که اسلامی میگه ربا هست یا نیست؟ عرضم به حضور شما دیگه هر چیزی که شما فکر کنی، هر قانونی که شما فکر کنی عمل بهش نمیشه. وقتی که عمل نمیشه، خب حالا مثال شما در عراق برو، میلیون ها زن بیوه هست. خب متعدد عمل نمیشه، زن بیوه هم هست. دلت نمیخواد عمل نکن، خب بس یخی اسلام هم نگیر. اون یک قانون آورده، تو به قانونش عمل نمیکنی، باز اسلام رو ما چی میکنی؟ کجا به تو گفته تو پیشرفت نکن؟ کجا گفته؟ اینو فقط به ما نشان بدید، بس تمومه. اما این که ما الان این بدبخت هستیم، ببینید ما گناه پدران خود داریم میکشیم. مثالی براتون میزنم. همین روسا اومدن تا آذربایجان گرفتن. اگر با آذربایجان یکم جلوتر میومدن گیلان هم میگرفتن. گرفتن دیگه، گیلان هم گرفتن نصفشو. تا آستارا رو نصف کردن. یه چند کلمه دیگه جلوتر میومدن گیلان هم میگرفتن. الان سجودی که جلوی شماست به خاطری که پدراش کاری نکرده بودن، به زبان روسی صحبت میکرد نه به زبان فارسی، به خط روسی مینوشت، اصلا نمیتونست فارسی بنویسه یا عربی یاد بگیره. خواهی این گناه من بود؟ این گناه مردم الان آذربایجانه، این مردم امروزش؟ یا گناه پدرانش هست که در یک دوره خوردند و خوابیدند و سیغه کردند که گناه اسلام بوده که روسا به اینا پیروز شدن؟ وقتی که اینا قوی بودن، اینا میرفتن پیش روسا، مثل که همون ابن فضلان رفت جاسوسی داره میکنه که از کشورش بگرفتن، هم دیگه چقدر جلو رفتن مسلمان ها. پس گناه پدران ما رو به حساب ما ننویسید، به حساب پدران اونا هم ننویسید. در یک برهه از زمان پدرای ما از افتخارات خود دست برداشتن،
عقایدشون اصلا دین اسلام 180 درجه عوض کردن، 180 درجه عوض کردن. اول صوفی عوض کردن، بعد شیعه عوض کردن. و این ضعف اومد وقتی که جالبه که اینها موی دماغ بقیه مسلمان هم شدن. شاید بگه آقا اینا عوض کردن، سنی ها چرا پیش نرفتن؟ خب اینها که عوض کردن، مثال برای شما میگم، علت شکست ما، خب امپراتوری بنی امیه داشتیم، بعد از خلفای راشدین بنی عباس داشتیم، در عزت بودیم، عزت بودیم دیگه، و بنی همین عثمانی ها داشتیم، در عزت بودیم. عثمانی آخری بود دیگه، 100 سال هم نشد از بین رفتن. خلافت اسلامی که بود، خلافتی که داشتن مثل عثمانی‌ها، نمیگیم که 100 درصد خلافت بود، منتها مسلمان‌ها به اندازه کافرها عزت داشتن، یعنی قدرت بودیم در مقابل اروپایی‌ها. اومدن از بین ما، اومدن مثلا شیعه رو درست کرده، اومده وسط. شما نگاه کن چی نقشه رو نگاه کن، زده وسط نقشه وسط اسلام. خب ما این گناه ماست، یه گناه پیغمبر ماست. اون گفته بود که از آن اشهدن علی ان ولی الله بیارید، یا مثلا دینتون عوض کنید. به نام اسلام یک چیزی درست کرده، یک استخوان شده تو گلو. اصلا اینها رو چی شکست داده؟ عثمانی ها رو اینا شکست دادن از پشت سر با مزاحمت هاشون. درسته که ظاهرا شکست خوردن، منتها خب نیروی اونا رو از دست دادن. مردم که اگه شکست میخورد میگه آقا ما مسلمانیم، چرا ما رو میزنید؟ حتی خود علمای عرب، خود علمای عثمانی هم به دولتش میگفتن آقا اینا رو ول کن، برو طرف اروپا با غیر مسلمان ها مبارزه کن. ولیکن اینها خب معلوم است دیگه. مثال ساده برات میزنم، شما تو خونه خودت یکی جاسوس باشه، خونه خودت، بیرون خونه 100 نفر باشن دشمن تو، کدوم به تو بیشتر ضربه میزنه؟ اما یک نفر بیشتر از 100 نفر ضربه میزنه. ما در داخل اسلام، پدرای ما با حماقت خودشون، اجداد ما حرف صوفیا و علمای کج رو گوش کردن، حرف مشیری به این معنی درسته، دنبال علم نرفتن. نمیدونم بهش گفته ها دنیا رو ول کن، آخرت رو بچسب، گوش کردن. اما این حرف اسلام نبوده. و ما از روزی که فهمیدیم اسلام رو، خب با اینا کوتاه نیومدیم دیگه. تا اونجایی که تونستیم، بالاخره اگه شاه بود باش گفتیم آقا ما قبول نمی کنیم، باید شورای اسلامی داشته باشی، شورا داشته باشی، آزادی داشته باشی. این آقایون هم که اومدن دیگه، جوانی خود رو دادیم از اینا، ما به اصطلاح خود رو دور کردیم دیگه. ما بعد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مثل من هزاران نفر دیگه. و بعد حالا در ضمن اینا به شما عرض کنم که غربی ها خودشون هم میدونن. من یک سوال از شما میکنم، هر کار الان مثلا با هر دولتی که بخوان اونا جمع میشن، هر قانونی بخوان اجرا میکنن، واقعا اگه بخوان تو کشور اسلامی نمیتونن که دموکراسی رو بیارن؟ دموکراسی واقعی رو مثلا عراق گرفتن، عراق، عربستان، افغانستان گرفتن دیگه. رسما افغانستان و عراق گرفته شد توسط سازمان ملل. خب رسما میومدن میگفتن آقا باید حتما انتخابات باشه، به زور سرتون انتخابات میاری. اما میبینیم که چیزی نیست. خب اونا میدونن که بودن انتخابات آزادی بر اونا مشکل ساز میشه. ها مثال دیگه براتون میزنم، مگه ما تو سال 1332 به انتخابات آقای مصدق نیامده بود؟ کی برکنارش کرد؟ چون ضعیف هستیم میتونن این کارو بکنن. بلا گفتیم یه دفعه که زمین خورد دیگه، اون نمیذاره تو بلند شی. خب میفهمید که آقای مصدق حکومت بگیره، نفت دیگه نمیره خارج. به گفته ما نمیگم الان از شاه بد بگم، چون که شاه اینا که اومدن از شاه، چون بدتر هستن از شاه بد بگی، مردم ازش بد از تو بدش میاد. اما حقیقت این است که چیزایی که امروز سیاهه در آورده این است که شاه داشته توی ایتالیا خرید میکرده، اومدن زیر بغلش گرفتن سیاهه، سوار افهمش کردن، آوردنش ایران و مصدق برکنار کردن. یعنی دموکراسی بود دیگه در زمان مصدق، تظاهرات هم بود، هر چی هم بود دموکراسی بود، و نفت هم ملی کرده بودن. خب ما اونا رو ملامت نمی کنیم، ما غرب رو ملامت نمی کنیم. هر کشوری پشت این است که برای خودش امکانات پیدا کنه. اما قضیه در این است که این به دین ما بر نمی گرده، این به بی‌ارزگی ما بر می گرده. یعنی این دین همون دین است که وقتی که مردم ساسانی، یک پادگانش در اصفهان 100,000 سرباز داشت، مسلح، بهترین اسلحه رو داشتن، و عربا رو که جمع میکردی 20,000 نمیشد مسلمونا، اومدن اینا رو چطور شکست دادن با اون سلاحای ابتدایی؟ به خاطر اینکه کوشش کردن، سلاح ابتدایی خود رو پیشرفته کردن. پس این مغلطه رو بذاریم کنار و چی نبریم. خب دیگه اتاق فرمان چقدر ما وقت داریم برای صحبت؟ فکر کنم که وقت ما تمومه. دوست داشتم که
یک فیلمی رو نشان بدم در مورد دروغ دیگه کسی دیگه، اما از اون صرف نظر میکنیم. امروز وقت برای تلفن هم نشد متاسفانه. پس صحبت رو جمع میکنیم که ملت توجه داشته باشید که یک بدبختی ما از علمای سو است، در این شکی نیست، ولی یک بدبختی ما از ملحدین است با حرفای بی منطقی که میزنن. همین آقایی که به من الان به ما طعنه زد، طعنه درستم زد، آقای مشیری، که شما دموکراسی ندارید. خب میخوام بگم خودت تو کجا دموکراسی آوردی وقتی که حکومت در دستت بود، در زمانی که در ترکیه بودی ملحد بودی دیگه، حجاب چرا ممنوع کرده بودی؟ هنوز هم هست. همین خود آقای مشیری گفت که اگه ما بیایم، حالا که قدرت نداره این حرف میزنه، میگه فقه رو به طور کلی ممنوع میکنیم. چرا ممنوع میکنی؟ آزادی مگه نیست؟ اونم بذار حرفشو بزنه، آخوندم بذار حرفشو بزنه. و باز شما حالا تو خارج که هستی، دلو میخوام بگم مسلمان که نیستی، دلو که مسلمان شب و روز اینقدر که شما فوش میدید، مسیحی هم فوش نمیده، هندو هم فوش نمیده، یهودی هم فوش نمیده. و شما کجا بین خودتون دموکراسی آوردید؟ یه انتخابات درست کردی، یه گوی تشکل درست کردی، در حالی که ما میبینیم مثلا ملحدین در کشورهای دیگه تونستن این کارو بکنن. پس این برمیگرده بعضی چیزا به خود کوشش‌های سخت، کوشش‌های شخصی انسان. کوشش کنی این ربطی به دین نداره. کوشش کنی بهتر میتونی بشی، کوشش نکنی خراب میشی. همین کره را نگاه کن، دو تا کره ما داریم، یکی شمالی یکی جنوبی. حکومت کره شمالی چون که وحشیه، کشورش غذا نداره بخوره. کره جنوبی سامسونگ میسازه، کره جنوبی روز به روز در حال پیشرفته. یعنی پیشرفتایی که داره میکنه حیرت آوره. پس نحوه اداره است. نحوه اداره الان مسلمانی که مثلا توی امارات سعودی زندگی میکنه، هم مسلمانی است که تو بنگلادش زندگی میکنه. هر دوشون پیرو یک پیغمبر هستن. اما اینا کشورشون رو بهتری داره میکنن. اونها دیگه مثال جمع میکنه تو جیبش میذاره میبره تو بانکای اروپا و آمریکا میذاره. لذا این نه اونجا میتونی پیغمبر رو ملامت کنی، نه اینجا میتونی به اصطلاح به این معنی تعریف کنی. تعریف حضرت محمد یا خدای نخواسته ملامت حضرت محمد به دستوراتش برمیگرده. آقای مشیری و آقای مشیری و آقایون دیگه و آقایون دیگه، ما هزاران بار به شما گفتیم، بازم میگیم. شما بیا به من بگو آقا فلان دستور، این حرف آخره، تکرار میکنم دوبار، بگو فلان دستور اسلام باعث عقب موندگی مسلمان ها شد. اگر تونستی این رو ثابت کنی تمام قضیه. اگر شماها تونستید این که بیاید به رفتار آقای خمینی نگاه کنی، یا به رفتار سجودی نگاه کنی، یا به رفتار نمیدونم فلان نفر نگاه کنی، بگی آقا اسلام بده، این دجالگری به تمام معناست. کمان که ما از رفتار هیتلر نمیتونیم بگیم آلمان بده، یا از رفتار هیتلر نمیتونیم بگیم مسیحیت بده، اصلا ربطی نداره. هر دین رو به دستوراتش ببین. اگر از دستورات کتاب ما و سنت ما شما تونستی یک دستور بیاری که گفته شما پیشرفت نکنید، اگه خواستی من باید هزار تا دستور بیارم که گفته پیشرفت کنید، تشویق کرده. و گفتم بعضیاشو تو برنامه، صحبت طولانی شد، عذر میخوام که ما امروز اصلا اینجوری رفتیم تو قضیه که به تلفن ها نرسیدیم. هفته بعد انشالله وقت خیلی بیشتری رو به تلفن ها اختصاص میدیم. متاق فرمان به من تذکرم نداد. الله حافظ و نگهدار همه شما بینندگان عزیز و گرامی. Oh.